اوایل سال 1386 چند مرد نقابدار مسلح به سلاح‌های کلاشنیکوف و کلت به بانک ملی شعبه مرکزی شهرستان سیرجان یورش بردند و با چند شلیک روباور در داخل بانک رئیس و کارمندان شعبه را وادار به تحویل کل موجودی بانک، یعنی مبلغی در حدود 100 میلیون تومان به سارقی نقابدار از اعضای خود کردند. سارقان بعد از خروج از بانک در شعبه را با قفل دستی بزرگی قفل کردند و مستانه سوار بر پژوی تندروی خودشون محل رو به مقصد نامعلومی ترک کردند. هرچند که در جریان این سرقت کسی کشته یا مجروح نشد، اما تحقیقات پلیس برای شناسایی هویت سارقان ناشناس شروع شد. نبود دوربین مدار بسته و نگهبان مسلح در اون زمان بانک رو برای سارقان به بهشتی پر از پول تبدیل کرده بود. پوکه فشنگ‌های شلیک شده در بانک پیدا نشد. ظاهراً سارقان پوکه‌ها رو با خودشون برده بودند که این اقدام از حرفه‌ای بودن اونها حکایت می‌کرد که کوشیده بودند با بردن پوکه‌ها ردی از خودشون به جای نذارن. دستور پیگیری پرونده و سرقت مسلحانه بانک ملی در دست پیگیری بود که خبر سرقت مسلحانه بانک دیگه‌ای در سیرجان مأموران رو غافلگیر می‌کنه. سرنشینان نقابدار یک دستگاه زانتیه نقره‌ای و یک دستگاه موتورسیکلت تندرو در کمتر از چند دقیقه به طور برق‌آسا بانک دیگه ای رو مورد دستبرد قرار داده بودند. اما این تمام ماجرا نبود. ابعاد مخوف‌ترین فرار از دست ماموران اون هم درست در لحظه اجرای حکم از اقدامات عجیب اعضای این باند حرفه‌ای بود. اون هم دو زندانی محکوم به مرگ به نام محمد و اسماعیل، معروف به باند عقرب‌های زرد. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. سرهنگ هوشنگ پور رضاقلی که ریاست پلیس آگاهی کرمان رو در اون زمان بر عهده داشت، ماجرای به دام انداختن اعضای باندی موسوم به عقرب زرد رو یکی از مهمترین خاطرات پلیسی خودش میدونه. ماجرایی که در اون با نقشه خانواده اعدامی ها از مهلک فرار میکنند و این گونه میشود که داستان دیگه ای آغاز میشه. اعضای باند عقرب زرد چهره هاشون رو با نقابی سیاه رنگ میپوشوندند و دستکش های زخیمی بر دست میکردند. با انقدر خونسردانه عمل می‌کردند که هیچ ردی از خود به جای نگذارند. این دو سارق مخوف با همدستی چند مرد دیگه از اوایل دی 1385 سرقت‌های مسلحانه خودشون رو در سیرجان شروع کردند. بر اساس اظهارات شاهدان عینی، فرد موتور سوار به صورت مسلحانه در جلوی در بانک نقش مأمور محافظ رو ایفا کرده تا از ورود افراد مزاحم احتمالی جلوگیری کنه. یک نفر هم بعد از هر شلیک مسئولیت جمع‌آوری پوکه‌ها رو بر عهده داشته. در این سرقت اما سرنخ خوبی به دست مأموران می‌افته. شماره پلاک خودروی سارقان توسط آبران به دست پلیس رسید، اما بعد از استعلام معلوم شد خودروی زانتیا متعلق به شهروندی بوده که روز گذشته مورد سرقت قرار گرفته بود. شواهد از حرفه‌ای بودن سارقان مسلح و دشواری کار مأموران حکایت داشت. بعد از سرقت‌های بانک، چند فروشگاه بزرگ و چند پمپ بنزین مورد دستبرد سارقان مسلح قرار گرفت که در تمام اونها از سلاح کلاشنیکوف، کلت و همچنین خودروهای مسروقه که از شهرهای برتیر و شهر بابک سرقت شده بود استفاده شد. اغلب خودروهای سرقتی چند روز بعد از عملیات سرقت مسلحانه در بیابان‌های اطراف سیرجان رها می‌شد. در جریان سرقت‌های آخر چند نفر از شهروندان بر اثر شلیک مردان نقابدار مجروح شده که با اقدام پزشکی از مرگ نجات پیدا کرده بودند. با توجه به سرقت چند فقره گوشی موبایل شهروندان توسط این سارقان، ردیابی سریال گوشی‌های سرقتی کورسوی امیدی برای مأموران بود تا از این طریق سرنخی از دزدان ناشناس به دست بیارند. اما بعد از پیگیری امید به یأس تبدیل شد و به بن‌بست خوردند. سارقان حرفه‌ای بودند و گوشی‌های سرقتی رو مورد استفاده قرار نمی‌دادند. باند سارقان که با سازماندهی منسجم و با برنامه عمل می‌کردند، از حساسیت و تلاش مأموران برای به دام انداختنشون آگاه بودند. سارقان در یکی از سرقت‌ها جسارت خودشون رو به نمایش گذاشتند. در بین حدود 100 بانک شهرستان، دقیقاً بانکی رو انتخاب کردند که دوربین مدار بسته و نگهبان مسلح داشت.
سارقان مسلح در لحظه تعویض پست نگهبان مسلح و در حضور خودروی گشت کلانتری که در مجاورت بانک توقف کرده بود به راننده و سرنشین خودروی کلانتری تیراندازی و همچنین نگهبان مسلح را مجروح و سپس خلع سلاح کردند. ماموران تیر خورده و مجروح در خون غلطان بودند که سارقان نقابدار بانک مورد نظر را سرقت می‌کنند و بیش از 120 میلیون تومان وجه نقد و همچنین مهرهای بانک رو در خودروی مسروقه خودشون انداختند و پیش از ترک بانک توسط سارقان مسلح یکی از اونها دقت تیراندازی خودش رو با هدف قرار دادن دوربین‌های بانک به رخ تماشاچیان وحشت زده کشید. با توجه به ادامه سرقت‌های مسلحانه و ایجاد ناامنی در شهرستان سیرجان، تیم ویژه 15 نفره‌ای متشکل از ماموران کارکشته اداره آگاهی، مواد مخدر و اطلاعات تشکیل داده شد و به اونها گفته شد فقط برای دستگیری سارقان کار کنید. در اقدام اول، پرونده سارقان مسلح سابق دار سیرجان و شهرهای اطراف مورد بازبینی قرار گرفت تا اقدامات حاضر اونها به صورت نامحسوس مورد رصد قرار بگیره. بعد از اون چند نفر مأمور مخفی مسلح به عنوان مراقب در بانکایی که احتمال سرقت از اونها متصور بود قرار داده شد و امید داشتن اقداماتشون به دستگیری سارقان منجر بشه. بر اساس اظهارات شاهدان عینی، ویژگی‌های ظاهری سارقان شامل سن، قد، چهره و اندام اونها ترسیم شد. در نتیجه با تحقیقات مخفیانه، مخفیگاه دو مزنون در 20 کیلومتری سیرجان و همچنین سه همدست اونها شناسایی میشه. با اقدامات فنی مطمئن شدند سرقت‌های مسلحانه سیرجان کار باند اسماعیل و محمد معروف به عقرب‌های زرد بود. بعد از گذشت 2 سال از ارتکاب اولین سرقت عقرب‌های زرد در سحرگاه یک روز بهاری در عملیاتی هماهنگ، 3 نقطه از مخفیگاه‌های عقرب‌های زرد به محاصره ماموران در میاد و 6 نفر از سارقان مسلح در خواب دستگیر میشن. در بازرسی از مخفیگاه اونها تعداد زیادی سلاح و مهمات، پول نقد، مهرهای بانکی به دست اومد. سارقان در بازجویی‌های انجام شده توسط کارگاهان آگاهی به ارتکاب بیش از 30 فقره سرقت مسلحانه در شهر سیرجان و شهر بابک اعتراف کردند. اونها تا قبل از دستگیری 36 فقره سرقت عادی و مسلحانه در سیرجان، شهر بابک و بردسیر رقم زدند. اما از اواخر تیر 1387 پلیس که تونسته بود به سرنخ‌های خوبی از اعضای این باند مخوف دست پیدا کنه، موفق شد اونها رو یکی بعد از دیگری دستگیر کنه. سرقت‌های آخر عقرب‌های زرد به حدی برق‌آسا انجام می‌شد که طول زمان اون به کمتر از 2 دقیقه می‌رسید. عقرب‌ها در بازجویی‌ها ادعا کردند پیش از هر سرقت اون رو در مخفیگاه خارج از شهرشون تمرین و شبیه‌سازی می‌کردند. یکی دیگه از سرقت‌های خشنی که محکومان به اعدام در اون نقش داشتن، سرقت از یک مغازه در سیرجان بود. اونها و دیگر همدستانشون با حمله به این مغازه با صاحب اونجا و پسرش درگیر میشن و با ضربات چاقو اونها رو مجروح می‌کنن. مرد مغازه‌دار که در جلسه محاکمه اونها حضور داشت به قاضی دادگاه گفت: این افراد هنگام سرقت از مغازم با چاقو ضربه‌ای به قلب پسرم وارد کردند که او هنوز هم به دلیل آسیب به شریان اصلی قلبش به بیمارستان‌های تهران رفت و آمد می‌کنه و همسرم نیز بعد از این ماجرا از ترس دچار بیماری شده. در نهایت جلسه محاکمه این 2 متهم و 3 همدست دیگه اونها در دادگاه انقلاب کرمان برگزار شد و در پایان این جلسه 2 عضو اصلی باند به اتهام مشارکت در سرقت‌های عادی و مسلحانه متعدد و شبانه، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه به اعدام محکوم شدند. با تکمیل پرونده سارقان مسلح سیرجان، حکم اعدام محمد و اسماعیل در دادگاه صادر شد تا طناب دار آخرین پلان زندگیشون باشه. سحرگاه 1 دی 1388، متن حکم اعدام محکومان از طریق بلندگو برای مردم خونده شد، اما ظاهراً عقرب‌ها و همدستانشون قصد پذیرش مرگ رو نداشتن. سارقان مسلح در پای دار خانواده و رفقاشون رو به خودداری و پرهیز از گریه و زاری توصیه میکنن و شروع به فحاشی میکنن. اندکی بعد از خالی شدن زیر پای محکومان اعدامی، سیل وابستگان عقرب‌ها به صف ماموران یورش میبرن. شلیک تیرهای هوایی و گاز اشکاور مانع پیشروی مهاجمان خشمگین نمیشه. طناب اعدام رو از گردن اعدامیان پاره میکنن و با انتقال اونها به خودروهای تندرو فراری میدن. با رو بودن اعدامیان دوباره با بسیج نیروهای امنیتی عقرب‌های زرد عصر همان روز در روستای اکبرآباد سیرجان دستگیر میشن و بعد از بازجویی برای اجرای حکم اعدام در ملأ عام به پای چوبه دار برده میشن.
این بار وابستگان عقرب‌ها هم به سمت خودروی حامل اعدامیان حمله می‌کنند که مقاومت ماموران کار را به درگیری مسلحانه می‌کشونه. در نهایت زندانیان شبانه به زندان کرمان منتقل شدند و همونجا حکم اعدام اجرا میشه تا پرونده پیچیده سرقت‌های مسلحانه این باند مخوف برای همیشه بسته بشه. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.